دقیقا دوباره این چهار تا موجود بدوی با همدیگه با اولین نیازهاشون، نیازهای اولیه، این به اون غذا میده، این از اون یه چیزی میپرسه و جول میزنه به الی میزنه به جول، میگه تو هم خودتو معرفی کن، مثلا چیز نباش، اجتماعی باش. انگار دارن تازه میفهمن که میشه با آدما، همون رابطه‌ای که در واقع بین بیل و فرانک هم با تس و جول برقرار شد. دقیقاً. و اینجا هم ازم از همون سکانس هایی بود که این اپیزود رو در آورد یه جورایی. واقعا زیبا بود. آره شکل خیلی. کارگردانیشون هم این رو نشون، یعنی قابلی ما هم یاسوجیرو اوزیوی بود. هم اونه که حالا نشستن و دوربین هم با اینها میشینه که در واقع صمیمی باشه باشون، و اینکه هم عکسای 11 12 رو پشت سر هم نشون بدید، این دو نمایی که در واقع یک بار از سم و هنری و یک بار از جول و الی کاملا میبینید در یک اندازه نمای مساوی و یک قاب کاملا قرینه وقت میخوانند به هم که کاملا موضوع این دوتا رو برابر بکنه. من قسمت قبل لایو یک سوالی رو مطرح کردم که خیلی کنجکاوم ببینم که چرا سیاه پوست، یعنی این سوالی که شاید بازی رو هم مورد هدف قرار بده، اینجا داره یه جورایی داره این مسئله رو مطرح میکنه که حالا در جهان آخر زمان بحث نجات ها به سمتی میره، در اینجا کاملا نجات سفید و سیاه کاملا برابرن، هر دو تو یک موقعیت گیر افتادن و حتی مثلا توی عکس 13 دیگه کم کم میرن به سمت مکمل شدن، چه به لحاظ رنگ لباس ها که رنگ لباس الی و هنری در عکس 13 حالا دوستان اگر نشون بدن خب تشابه داره و اینجا کاملا میبینیم هر دو، یعنی هم بزرگسالا با هم در ارتباطن، هم در واقع بچه ها یه جورایی دو نجات دارن تکمیل میکنن هم رو. درست. حالا اینکه کجا برسیم به اون نقطه که در واقع نجات سیاه باید قربانی بشه و اونی که مسئول میمونه سفیده، چون مسئله در واقع یک مسئله بیرون از این ماجراست، یعنی دانشمندی از ابتدا قسمت اول هشدار داده بود که جدی بگیرن، جدی نگرفتن، یه جورایی بحث بازی‌های سیاسی و نالایق بودن شاید حکومت هم توی کنترل این قضیه و جدی گرفتن اون فرضیه دانشمندا مطرح بود، یک دستی نامرئی انگار این توازن رو میریزه به هم که حالا نژاد سفید در واقع مصون میمونه، ولی چون در راستای تکمیل کردن هم هستن، اینا هم در واقع قربانی میشن برای اینکه الی مثلا بتونه اون حس تأسفی که در پایان داره که میخواسته واقعا همه جوره حامی سم باشه رو حالا بره و در ادامه مسیر ببینه میتونه با خودش کنار بیاد. یعنی اگر هم یک نامتوازنی به وجود میاد، سعی کردن که ما رو همراه بکنن که حالا نژاد سفید اگر برتره و قربانی نمیشه، وامدار و مدیونه سما هنری که نژاد سیاه هستن میشه. این کلا بازی نژادی هم میگم تو چیزای قبلی هم توی اپیزود قبلی هم داشت، میگم شهر لینکلن و در واقع ترانزی وقتی که میخواد در واقع یک فلش بکی بزنه به 20 سال قبل، دوره از یک لباسی شروع میکنه که متعلق به یه مادر سیاه‌پوست، خیلی بازیای اینچنینی زیاد داره. من در ارتباط اینها یه چیزی که خیلی دوست داشتم در ارتباط سکانسی که میان بالای سر جول و الی، جول یکی از بهترین تعبیرهایی که در خوابن دیگه، آره یکی از بهترین تعبیرهایی که در تو جول کلا شنیدم تو در زمان ساخت بازی و در زمان ساخت سریال، تشبیهش به هیولای فرانکشتاین بوده، به این معنی که موجودی که بعد از مرگ دخترش این عملا یک جنازه بود و به سختی به زندگی برگشت و تازه داره هی بیشتر و بیشتر زندگی یاد میگیره و سروایو میکنه. آره و همیشه یه کسی هست که جول رو میتونه کنترل کنه تا جول تبدیل به اون هیولای کامل نشه. سالها اون تس بوده و تو قشنگ اینو تو اپیزود اول میدی که تس افسار جول رو داره، تسه که باعث میشه جول مثل روانی ها نره 40 نفر رو دو شهر نکشه. و اینجا هم لحظه ای که هنری به جول میگه لحن حرفت خیلی قابل اعتماد نیست، اینجوری بودم که اگر در این موقعیت الی نبود، آره، اگر الی بهش نمیگفت خودتو کنترل کن، جول اینا رو گول میزد که تفنگشون رو بیاره پایین، جو بعد جفتشون میکشتشون. من اسمم دست. و اینجا انگار حالا الی تبدیل شده به اون شخصی که این هیولای فرانکشتاین رو داره کنترل میکنه و برای از این جهت این سکانس خیلی مهمه که ما برای اولین بار کنترل شدن جول توسط الی رو میبینیم. تا اینجا فقط جول کنترل کننده بوده، اما اینجا نه، الی نشون میده که چقدر قدرت داره روش و این قضیه در طول اپیزود ادامه پیدا میکنه. جول چند جای دیگه هم توسط الی رام میشه و در این حال دوباره مجبور برگرده به همون حالت هیولاییش. مثلا تو همون مسیر پیاده روی که دارن میرن، جول الی شروع میکنه مسخره کردن جول، میگه آره این همش اولش اینجوریه که میگه نه 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 نه، بعد آخرش مثلا نرم میشه فلان اینا، و
و واقعا هم میشه، یعنی واقعا که از موقعیت در میرن جول مثلا به سم میگه که ببین اگه میخوای با ما بیا، به هنری میگه که اگه میخوای با ما بیا همراه شیم با هم بریم وایومینگ. اما در همون لحظه ای که الی داره این هویت هیولایی این فرانک هیولای فرانکشتاین رو مسخره میکنه،